پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم در برنامه آقای آصف مبلغ، آگاه سیاسی از ترکیه که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستن. آقای مبلغ سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. تعریف ترکیه از شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به هم خدمت شما و بیننده‌های محترم مرد سلام و ارادت دارم. خب راجع به حکومت فراگیر، چی دولت ترکیه چی کشورهای دیگه و سیاستمدارهای داخلی، مبنایشان این هست که حکومت فراگیر نباید یک حکومت تک حزبی و یک حکومت تک قومی باشه و در تمام رده‌های قدرت از تمام بافتای اجتماعی افغانستان باید حضور داشته باشند. و دارای صلاحیت واقعی باشند. بنابراین از تمام دیدگاه‌های سیاسی که در افغانستان وجود داره و از تمام اقشار اجتماعی که در افغانستان وجود داره باید خودشان را در بدنه دولت و در تمام سطوح قدرت ببینند. بنابراین دولت ترکیه و از سیاسیون افغانستان و جامعه بین المللی دولت فعلی را هنوز هم ممثل اراده ملی تمام افغانستان نمیدانم. بله آقای مبلغ، خب حالا بحث همکاری است، یعنی شکلگیری حکومت فراگیر یکی از پیششرط‌های ترکیه به خاطر همکاری با افغانستان در خصوص تامین امنیت میدان هوایی کابل است. چه فکر میکنین این پیششرط میتونه یک شرط عادی باشه یا نه، بهانه‌جویی ترکیه را نشان میده در قبالی که نمیخواد همکاری بکنه با افغانستان؟ دولت ترکیه و مخصوصا حزب حاکمی که فعلا در اقتدار وجود داره، حزب اسلامگرا هست و شعارهای آقای اردوغان و حزبشان امت اسلامی هست. یعنی همیشه در بحث‌های مختلف اولویتشان بر امت هست تا به اصطلاح ملیت. بنابراین من فکر میکنم که دولت ترکیه یک دولت مقتدر اسلامی هست، روابط بسیار خوبی با کشورهای مثل قطر داره. ما بد نیست که روابطمان را با کشورهای مقتدر اسلامی گرم نگه بداریم. بله. و دلیل اینکه امروز تحریک اسلامی طالبان میگه که ما حمایت میگیریم از قطر و امارات. بله. اما از یاد نبریم که قطر به شدت شریک استراتژیک ترکیه هست و در بلند مدت اگر ما نظر ترک ها را نتانیم که مساعد بکنیم، با قطری ها هم دچار مشکل بله. خواهیم. آقای مبلغ، پرسش من مشخص انی است. خب در کنار از اینکه روابط از لحاظ مثلا اسلامگرایی وجود داره، اما حالا ترکیه عقب نشینی ترکیه در قبال تامین امنیت میدان هوایی کابل چی را نشان می ده مشخصا؟ خب من عرض کردم خدمت شما که از شرایط فعلی و وضعیتی که فعلا جریان داره، خیلی از سیاسیون افغانستان و خیلی از کشورهای منطقه و نظام بین الملل راضی نیستند و اینا معتقد هستند که باید تعدیلات اساسی در رویکرد تحریک اسلامی طالبان انجام شود، به خصوص در تشکیل حکومت. تشکیل حکومت باید مبناهای بسیار بسیار گسترده و وسیع مد نظر قرار بگیره، با دیدگاه واحد و نگاه از یک زاویه خاص در کشور به اصطلاح کثیر الملیتی مثل افغانستان. بله. نمیشه که ثبات به وجود آورد. بنابراین نه تنها ترکیه که هم نظام بین الملل و هم کشورهای منطقه امروز معتقد هستند که گروه طالبان باید تعدیلات اساسی را در نحوه حکومتداری و در بافت حکومت به وجود بیارن. بله آقای مبلغ، شما در جریان صحبتهایتان گفتین خب برخی از کشورها از شکلگیری حکومت راضی نیستن یا مثلا امو شرطهایی را که گذاشتن اونا عملی نشده. خب در کنار از این عدم تعامل میان افغانستان و به قول شما با کشورهای دیگه، چرا میتونه نشان بده و به ضرر کی تمام خواهد شد؟ در بلند مدت بیشترین ضررش به ملت افغانستان میرسه. ما همیشه یاد کردیم که امروز گروه طالبان در یک نقطه تاریخی قرار داره، این فرصت را نباید از دست بدهند. بعد از کارهای بلند مدت فرهنگی نیاز داره، یک شبه قابل اجرا نیست. بنابراین این انعطافی که معقول باشه و
نرمش و بلند نظریه که ما را بتانه به یک نظام ثابت سیاسی و باثبات بکشانه لازمه زمامداری هست. بله. زمامداری کار بسیار مشکلی هست، نیازمند به دوراندیشی و به بلند نظری و تعقلگرایی هست. بنابراین احساس ما این هست که اگر ما نتانیم روابط من را با نظام بین الملل تأمین بکنیم، بله، اگر همسایه ها و کشورهای منطقه را نتانیم که با اونا روابط نیک داشته باشیم، اگر در حکومتداری ما دیدگاه های مختلف را دخیل نکنیم و اگر در اجرای قوانین به مماشات بلند نظری و مردم افغانستان را در نظر نگیریم، بله، و فقط بنا باشه که دیدگاه های خودمان را به هر شکل اجرا بکنیم، این ما را دچار مشکل خواهد کرد. بله آقای مبلغ، در کنار صحبت های شما حالا گفتین که باید در خصوص روابط یک ارتباط حسنه میان دولت تازه شکل گرفته افغانستان و جهان شکل بگیرد، چی فکر میکنین در شرایط فعلی طالبان چه کاری را باید بر خاطر اقناسازی جهان مبنی بر رسمیت شناختن حکومت جدید در افغانستان انجام بده؟ گروه طالبان هم اکنون به شدت از طرف نهادهای بین المللی مورد ارزیابی هست، از طرف کشورهای مختلف دنیا مورد ارزیابی هست و از همه مهمتر از طرف مردم افغانستان مورد ارزیابی هست. بله. به دلیل که مردم افغانستان طالب خشونت نیستن، اما منتظر هستند ببینن که حکومت جدید در قسمت شغل، در قسمت امنیت، در قسمت رفاه اجتماعی، در قسمت مساوات و عدالت اجتماعی چه میکنند. من فکر میکنم که قوانین سخت گیرانه نگاه از یک زاویه دید خاص، سهیم نکردن بافتای اجتماعی در قدرت، نداختن به نظرات مردم در بلند مدت به شدت به ضرر افغانستان و به ضرر تحریک اسلامی طالبان خواهد بود. بله. تشکر آقای آصف مبلغ، آقای سیاسی از ترکیه که در برنامه با ما حضور داشتین. خیلی سپاسگزارم. سلامت.